به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید و چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. موین اسلامپور روی برگه فیسبوکش می نگارد: آره، فرمانده رفتی برای یک نسل تحقیر شده و به قول خودت برای این جماعت فراری با خون سرخت تندیس آزادی و عدالت را در کوپایه های اندوکش رسم کردید. خط آدرس تو سالها مانا و جاودانه خواهد بود. کودک فردا حماسه ناتمامت را با انگیزه و هیجان مرور خواهد کرد و آنگاه خواهند شناخت فرمانده اندراوی کیست. او همچنان نگاشته است: فرمانده، بخواب. تو رسالت تاریخی خیش را شجاعانه و بیباکانه به سرانجام رسانیده اید. هرچند که حماسه جانب عالی ناتمام مانده است، اما رسم روزگار نامرد همین است که رستم به بزرگی تو تمام آرزوی یک ملت را با خود به گور برد. فرمانده، با آن که تراژدی نبودنت برایم سخت و سنگین است، اما آرامیدن پس از انجام رسالت بزرگترین افتخار است. آره، بخواب در این ستم کده. کاج را به جرم سربلندی سر بریدن، ولی مطمئنن راحت تدام خواهد یافت و تو جاودانه ای. خون مطهرت ادر نخواهد رفت. میدانم خونت لاله آزادی و شقایق آرزو را سبز خواهد کرد. آره ای چکاوک شب زنددار، بخواب. جاغت‌ها هزار فاجعه سکوت و خاموشت را جشن گرفتن و برای رفتنت شمع شادی افروختن. فرمانده، پژواک‌ها برایت دلتنگ است. پژواک‌های آزادی و عدالت هم آوازه جسور و نترس تو را چون دیگر با خود ندارد. آره بخواب، ما همه در سوگت سوگمندیم. افشاگری تازه احمد سعیدی. او روی برگه فیسبوکش می نگارد: با عرض سلام. یک، به باور من به استثنای آمریکا، پاکستان و به طور نسبی قطر، دیگر هیچ کشوری از نفوذ تعیین کننده بر طالبان برخوردار نیست و در واقع اثرگذاری بر طالبان تقسیم شده است. دو، کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده در کابل علاوه بر افزایش تردید نسبت به طالبان، تمرکز بر امنیت را در سیاست افغانی دیگر کشورها به عنوان عنصر کلیدی تقویت کرد. 3. شناسایی طالبان در حال حاضر امکان جدی برای قرار گرفتن در دستور کار هیچ طرف را ندارد و موضوعات مانند تسهیل تحصیل دختران که این روزها سخت‌تر شده یا حتی دولت فراگیر بر اساس قرارات طالبان نیز بعید است کمک کننده است. 4. بالاخره فشار جامعه جهانی طالبان را مجبور می سازد که خانم ها را اجازه دهند تا در دفاتر خارجی کار کنند. همچنان طالبان نیز به مردم خواهند گفت که حالا هوا سرد شده، امکان باز شدن مکاتب مشکل است. بنابراین در برج عمل مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی را برای دختران باز میکنیم. این که با وعده های خود عمل میکنن یا نمیکنن هنوز در پرده از ابهام است. تشکر از توجهتون. تا درود دیگر. و درود.